این ویدیو میخوام بهت آموزش درست کردن ترچین به روش تنبلی رو آموزش بدم که خیلی راحت هستش. من چون خودم عاشق ترچینم ولی یه ذره دردسر دارم، اصلا که وقتی میخواین آبکشش کنیم و کلی ظرف شستن و اینجور چیزا میخواد که حوصله آدم نمیگیره بیشتر وقت. من همین انقدر این ورور کردم، یه روشی در آوردم که خیلی خوب در میاد و این همون مدل آبکشش میشه، خیلی هم خوشمزه است و خیلی هم ساده درست میشه. این حالا بهتون میخوام یاد بدم که اگه شما هم دوست داشتین میتونین درست کنین. برای تقریبا یه نفر هستش، یه لیوان برنج رو من خیسوندم از قبل و گذاشتمش کنار. یه کاسه کوچیک داریم، زعفرون داریم، ماست، هر ماستی که بود بهتر، ولی بهتره که ماستتون یکم صفر باشه اگه ماست یونانی دارین، یا اینکه ماست کیسه‌ای دارین که خیلی بهتره. یه دونه که تخم مرغ و روغن مایه. خب کاری که میکنیم اینه که اول تخم مرغ رو میشکنیم. بعضی هستم مثلا سفیدش رو جدا میکنن، زردش رو میندازم، من درست کلن میریزم دیگه، هم ساده باشه. خب یه کمی هم بهش نمک اضافه میکنیم، زعفرون، نجاتش بدم. این تو بقیهش یه غذای دیگه. خب ماست داریم، تقریبا یک تا یک کنیم قاشق غذاخوری توش ماست اضافه میکنیم، بیشتر نه، چون یه دونه لیوان بیشتر برنج نیستش، اگه بیشتر بکنیم خمیر میشه. روغن مایه هم یکم اضافه میکنیم، چون اگه اضافه نکنیم دونه های برنج به هم دیگه میچسبه. بعدن میتونیم مثلا یه ذره کرم بندازیم رو برنجتون، یه قشنگ خوشتر رو خوشتر میشه. این حالا خوب قشنگ هم میزنیم تا یک دست بشه. به نکته مهمش، من برنج و آبش رو خالی کردم و این صورتی ریختم، یه ذره هم تهش آب داره. خب ما واسه طبق قانونی که برای کته داریم، همیشه یه لیوان که برنج داریم 1.5 لیوان هم بهش آب اضافه میکنیم، ولی اینجا چون ما به این مقدار تقریبا حدود 1 لیوان مایه ترچین داریم، اگه اون 1.5 لیوان رو بهش اضافه کنیم، اینم بهش اضافه بکنیم، برنج ما خمیر میشه، شفته میشه. پس اینجا چی کار میکنیم؟ این تقریبا خودشون 1 لیوان هستش، من تقریبا نصف لیوان به این آب بیشتر اضافه نمیکنم، همین اندازه. چون معمولا من همیشه یه دونه اینو پر رو با یه دونه نصفش رو بهش اضافه میکنم. همین دلیل الان که میخوام اینو درست کنم، اینو بیشتر از نصفه بیشتر نمیریزم. بعد که آبش رو کشید، بعدا مایه اینو بهش اضافه میکنم. فقط نمکش رو اندازه باید بریزید، یه ذره کمتر، چون این مایه ترچینم که اون با بهش میخوایم اضافه کنیم، یه ذره بهش نمک ریخته بودیم. نمک رو حتما بریزید، اگه برنج بی نمک باشه خیلی بد میشه. سعی میکنیم قشنگ جوش بیاد، یه جوشی بخوره، یه ذره نرم بشه، بعد مایه ترچین ما بهش اضافه میکنیم. مرغش هم من به این روش خودم درست میکنم، چون البته مرغ اینجا اصلا بو نداره، من نمیدونم چی به خورده اینا میدن که نه بو ذوق میده، هیچی بو خاصی اصلا نداره. اینجوری که من روی میندازم، شما این کار نکنید، برای اینکه کشور دیگه مثلا ایران مرغ اگه شما اینجوری درست بکنید بوی خیلی بدی میگیره، ولی مرغ اینجا چون بو نداره من اینجوری درست میکنم، تنبلیه دیگه. چون حالا مرغش رو میتونیم بعدا قبلش آبپز بکنیم و درست کنیم با رب و زعفران و اینا، با برنجتون مثلا بخورینش، یعنی که هر جوری که دوست دارید. ولی من مثلا چون آبپز دوست دارم میذارمش رو همین، بعد اینکه اینو ریختم خودش با بخار و دمای همین برنج قشنگ میپزه و عالی هم در میادش، چون فیله مرغم هستش و خیلی سریع میپزه، ولی شما نکنید چون بوی خیلی بدی میگیره. این مرغ من به این شکل درست میکنم، قشنگ اینجوری شیار شیار میدم، فلفل سیاه، نمک و یه ذره پودر زیره بریزم. اینا همه سلیقه ای هستش، من اینجوری دوست دارم، شما میتونید هر جوری که دوست دارید درست کنید. برنج اونم ببینیم که به این شکل در اومده، الان جوش اومد، میذاریم که قشنگ نرم بشه. آبش هم کاملا باید بره، وقتی که آب داره اون مایه رو بهش اضافه نمی کنه.
شما خمیرش میکنه. بابش ببینیم که تقریباً داره کشیده میشه. یه دیگه کوچیک من کره میندازم توش، عطر خیلی خوب بهش میده. داشتم باعث میشه که دونای برنج به هم دیگه نچسبه. خب دیگه حالا موقعشه که ما مایه رو اضافه بکنیم. وزیرش رو کم میکنیم و مرغ رو میزنم روش دیگه تا این بپر یه ذرم بهش اینجا سوراخ میدم. درش هم میزنیم تا کاملا بپر. همین راحتی. خب این هم از تنچین ما که چجوری داره بود. مرغمون که قشنگ پخت. همی راحتی. کاملا سالم. خیلی هم خوب. فهم مرغش رو تو ایران درست نکنی چون مرغاتون بو میده، اینجا اصلا بو نمیده مرغاشی.